داروش عزت حمیدزاده در مقابل محمد باقر یخکشی. دیروز امروز هم آقای علیرضا دبیر نشستی با آقای لالوویج داشتن، رفتم دیگه همسال نوروز بهشون تبریک گفتم، هم نشستی داشتن. در این نشست اعلام کردن که آقای دبیر که ما آمادگی داریم که یه جوری تقاضای میزبانی جام جهانی رو کردن و این آمادگی داریم که به لحاظ کمپ تیم ملی و خانه کشتی که داریم، دو تا خانه کشتی که داریم، صدرزاده و ابراهیم هادی که واقعا دو تا خانه کشتیمون در دنیا جزو بهترین ها محسوب میشه، آمادگی دارن تا اینکه بتونن با تیم های معتبر دنیا اردوی مشترک داشته باشن. حالا رو بیدم گفته ایران جزو سه تیم برتر جهان است، هم آزاد هم فرنگی. میپردازیم به فینال وزن 61 کیلو. محمد باقر یخکشی از مازندران با دو بنده آبی و دو بندش شیر رنگ هست در مقابل داریوش حضرت قلی زاده. حضرت قلی زاده کشیری اهل خراسان شمالی، منطقه بعد در سرشاخ روی دستان عریف خودش کار میکنه و سعی میکنه قلی زاده از عریفش با کار کردن دستا زیرگیری کنه، ولی باقر یخکشی میزه کار به اون نمیده. یک بار دیگه داور وسط آقای حسین عسکری این مبارزه رو قضاوت میکنن. آقای حسین عسکری داور اهل تهران دستشاخ روی دستان هم دیگه کار میکنن. محمد باقر یخکشی قهرمان جام تختی و ملی پوش کشورمون در مسابقات 2018 در مجارستان، بوداپست مجارستان، که در اونجا پنجم شد، تا یه قدمی مدال پیش رفت. میدان اولش بود، کشتی بسیار خوبی در اونجا گرفت. حالا یک بار دیگه اهل هزار جریب مازندران هست این کشتیگیر، همشهری بهنام استانبول که در جایگاه کمیته فنی قرار گرفته. یک بار دیگه سعی میکنه که با دستو حضرت قلی زاده از طریق امتیاز بگیره، تقاضا اختار میشه برای باقر یخکشی که خودش یه مهاجم هست در دیدارها. در مسابقات دیگه که همون موفق شد کشتی را از اول نفر سوم دنیا رو شکست بده، در انتخاب تیم ملی هم در حال اول مقام نخست رو کسب کرده و یکی از کشتیران مطرح وزن 61 کیلو. حالا در مقابل محمد باقر یخکشی که عنوان ملی پوش کشورمون و جام تختی رو به عهده داره قرار میگیره، باز هم دست شاخ دو دست یک دست رو در اختیار گرفته و سعی میکنه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. موچوی دست هم گره زبداری مهار کردن، این کار رو نمیدن. 338 کشتیگیر در مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور حضور پیدا کردن. پنج وزن نخست دیروز به اتمام رسید و این پنج وزن دوم رده‌بندی و فینال که از شبکه استانی گلستان و شبکه ورزش افتخار داریم به اتفاق آقای فرزاد فعلی و علی سوری در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. باسم در سرشاخ حریف قوسی میکنه و سعی میکنه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. تقاضای اخطار برای حضرت قلی زاده، اونجا 30 ثانیه گذشته که امتیاز برای حضرت قلی زاده در نظر گرفته شد. یک پاس پیش افتاد به خاطر اخطاری که به یخکشی داده بودم، من یک پاس پیش هست. حالا تذکر رسمی رو به اینجا پیش انداز از پهلو درمای دستور به سبک بوفارسایت برای زیرگیری اقدام میکنه، ناموفق بود. زیرگیری هم که میکنه به پا نمیرسه، بلافاصله هم چون برق و باد پاشو عقب پرتاب میکنه و خیمه میزنه روی حریف خودش محمد باقر یخکشی. یک پیش انداز از پهلو و سعی میکنه که پیش بندازه حریف خودشو و بتونه امتیاز بگیره که ناموفقه. قدرت بدنی بالایی داره داریوش حضرت قلی زاده. محمد باقر یخکشی هم وقت 30 ثانیه استراحت فرا میرسه، میرن از مربیان خودشون، مربیان خراسان شمالی آقای پسندیده و آقای جعفری در یک طرف و بعد آقای پسند جعفری آقای من آقای اسخر بزیر و آقای اسماعیل پور رو مشاهده میفرمید. مربیان مازندران آقای اسخر بزیر و امید اسماعیل زاده، برادرزاده محمود اسماعیل زاده، پدرشان شادروان حسن اسماعیل پور اسلامی کنیم، عذرخواهی میکنیم. اسماعیل پور که محمود اسماعیل پور هم یکی از مربیان سازنده جویبار هست و جویبار که دوستداران کشتی میدونن قطب کشتی کشورمون است. آقای دکتر مداوا میکنه گوشیشو که آتی دیده هست و در مسابقات مختلف، در همین مسابقات جهانی نروژ 4 تا جویباری داشتیم و
مازندران قطب کشتی آزاد کشور و جویبار یه جوره میشه گفت قطب کشتی مازندران است در کشتی آزاد. میپذیریم به ادامه کار به همه مربیان و عزیزانی که برای این ورزش زحمت کشیدن در خطه جویبار به همشون خسته نباشید میگیم. مردم جویبار عاشقانه کشتی رو دوست دارن، یه جورایی مردم هست که تعقیب میکنن کشتی رو، تا اینکه کشیدن در رشد شد میره ولی یه جوری یک لحظه حضرت قلی زاده و با پیچ کمر حریف مواجه میشه. یک بر صفر را کشتی کاملا حرکات هم دیگر زیر نظر دارن، هر کشتی اشتباه کنه شاید نتونه دیگه جبران کنه. باستم دست اشاق میزن دیگه کتفان حریف خودش بسته میکنه که اینکه حریف خودش هر تیزه خارج کنه به پل میزنه. ببینیم پل یا دو امتیاز، نه پل نمیزنه، دو امتیاز برای دوبنده قرمز در نظر گرفته میشه. یه لحظه فرمند رو بره اجرا کرد با نشیمنگاه فرود اومد، اگر با آرنج فرود اومد چهار امتیازی میشه، اما با کف دست فرود اومد دو امتیاز گرفت. داره این شهر حضرت قلی زاده حالا یه قوش پیش انداز میرسه خاک کنه که خاک نمیشه، دست رو گروه میگیره. داره این شهر حضرت قلی زاده، قلی زاده سعی میکنه که دفاع کنه و واقعا یخکشی هم در تلاش هست میگیره زیرگیری کنه از همونجا صدر فنه یه خم رو بالا میگیره و سعی میکنه خاک کنه، یه خم تبدیل به دو خم بیرون دو شک، یک امتیاز برای محمد باقر یخکشی در نظر گرفته میشه. حالا کشی 3-1 میشه. فینال بعد 61 کیلو از مسابقات قهرمانی کشور با مشاهده میفن برای دیگه ادام میکنه. قلی زاده به دنبال زیرگیری هست ناموفق، نمیتونه زیرگیری کنه، حالا سعی میکنه خاک کنه، یه چرخش میده با بوشتری به خودش خاک میکنه، حریف خودش دو امتیاز میگیره از خودش. حالا کشی رو 3-3 برابر میکنه، اما برنده هست به خاطر اینکه امتیاز آخر رو گرفته، امتیاز آخر رو گرفته. بیکس نبود که ملی پیش کشور مو مقام پنجم جهان رو در بوداپست کسب کرده. شیر باهوش و زیرکی و نهران و برزتا خوب استفاده می کنه این واقعی اتشی، یک بار یه قوش می کنه علی بخشو در مای خیمه دور بزنه و خاک کنه علی بخشو، تو در شکلت در اختیار داری که کشتی رو مهار کنه و حرکات حریف رو خونسا کنه تو در شکلت و حالا داور می تونه جدا کنه دو کشتی اصلا بیا پیش بینده در حریف خودشو قلی زاده تا اینکه بتونه زیگیر خودشو به اجرا بذاره. یک دقیقه از وقت باقی مونده، 3-3 برابر، اما محمد باقر یخکشی از مازندران کشیری برای یک بار دیگه برای زیرگیری اقدام میکنه. 1000 جریبه مازندران همشهری بهنام استانبول که در جایگاه کمیته فنی نشسته و میبینم که چیز بینانه کشیری زیر نظر داره، بازم در سرچاق تلاش خودش بیشتر و بیشتر میکنه. به دنبال دو دست یک دست هست، سعی میکنه دستو مهار کنه باقر یخکشی، خوب دفاع میکنه، یک بار دیگه قوس میکنه علی خودشو، دو دست یک دستو در اختیار گرفته. قلی زاده از همونجا سعی میکنه که دو دست یک دست رو کشتیگیر مازندران یعنی یخکشی در اختیار گرفته که بتونه کشتی رو اداره کنه و اجازه کار به اون نمیده. قلی زاده دست رو مچ دست رو گرو گرفته و سعی میکنه که با قوت کردن اثری به خودش امتیاز بگیره. یک بار دیگه میره برای پیچ کمر تا درست به هم میخواد به پل میزنه علی بخودشو در کش و قوت به پل میزنه، میتونه این ضربه فنی کنه علی بخودشو، بو ضربه فنی محبب بشن، یه قافل گیری علی بخودشو در فینال مسابقات شکست بده. یک پیچ کمر زیبا اومد پیچ کمر رو به اجرا بذاره کشتیگیر دو بنده آبی یعنی باقر یخکشی، اما اسیر بدلکاری شد و در حرکت مخالف یه لحظه حریف خودشو به پر زد و بعد از اون هم محفظ شد شانه های او رو به توشک بشست. اون الان میره نزد کشگیر حریف خودش از او دلجویی میکنه و او رو سعی میکنه از جای خودش بلند کنه و محمد باقر یخکشی هم بر اینجا ببینی حرکت و اثر رو تشکر میکنه و از همکن چقدر زیبا یه جوره در مایه تندر حریف رو به پر زد و اینجا دیگه شانه های چسبون به توشک، اینجا کاملا دیگه شانه ها رو چسبون به توشک و محبخ شد حریف ها با ضربه فنی شکست بده. به دو کشتیگیر خسته نباشین میگیم، دو کشتیگیر جانانه مردانه پهلوانانه مبارزه کردن، حالا پیروزی خودش با یه چرخ بدک و واروی باز جشن میگیره. داریوش از خوریزاد از خراسان شما